سلام من آرشم اینجا کانال پرژن پویتریه و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه من دانه به شعر و ادب پارسی هستید پس دعوتتون میکنم به تماشای اپیزود دوم از تفسیر رباعیات خیام پست رو شروع میکنم با این توضیح که تقریبا در 28 روز گذشته کشتید منو زیر کامنت های همه پست ها که زودتر اپیزود دوم رو تقدیمتون بکنم به دلایلی با تاخیر ضبطش کردم اپیزود دوم رو که دلایلش رو در قالب دوتا هشدار ارز میکنم خدمتون الان ویدیو خیلی بازدید داشت کمتر از 28 روز 50 هزار بازدید داشت و وایرال شد خودم هم متعجب شدم که این همه خواهان داشت خیام اما دو هشدار یک این محتوا مناسب اون دسته از عزیزانی نیست که ترجیح میدن در به جعبه مغزشون رو باز نکنن همونجوری بسته بندی شده و مهر و موم نگهش دارن انشالله در جهان بعدی رسیدن اگه بهشون جا نیاز داشتن بازش کنن استفاده بکنن نه مناسب اونها نیست چون این دسته از عزیزان توقع دارن که هشت میلیارد جمعیت جهان همه از دریچه چشم اونها به عالم هستی نگاه بکنن و اگر کسی به نحوه خلاف تفکر اونها به عالم نگاه میکرد اجازه به خودشون میدن هر آنچه که از مغزشون سقوط میکنه در دهنشون بیرون بریزن این اتفاق افتاد در پست قبلی که از خیام گذاشتم هیترها جمع شدن تمام تلاششون رو کردن پست رو دیسلایک بکنن کامنت های وحشتناکی از بد و بیران نوشتن و بر من عجیب بود چون یوتیوب آمار رو از چشم شما حدودا یک ماه مخفی میکنه تعداد دیسلایک ها رو نشون نمیده من به های ادیتور میگم همین یعنی که دارم براتون صحبت میکنم این آمار رو بهتون نشون بدن روی کلام من که ببینید با تمام تلاشی که کردن با تمام مهملاتی که زیر پست اضافه کردن و کامنت نوشتن به عقاید بقیه بی احترامی کردن این درصدی است که میبینید بالای 50000 بازدید داشت پست و 3 درصد دیسلایک و 97 درصد لایک داشت. این معنیش اینه که اون عزیزانی که این زیر می نویسید این کامنت ها رو خیلی قلیل هستید و جامعه اندکی دارید و نه تنها جلوی من رو نمیگیره که این محتوا رو تولید بکنم علاوه بر این که این انگیجمنت باعث میشه که پست وایرال بشه به هیچ عنوان دیگه اجازه نمیدم که در زیر پستا به عقاید دیگران توهین بکنید هشدار دوم من همینه هشدار دوم من اینه که به هیچ عنوان اجازه نخواهم داد زیر این پست و باقی پست ها من به عقاید هم توهین بکنید این کانال راه اندازی شده برای اینکه از مشاهیر و بزرگان شعر و ادب پارسی ما شعر بخونیم دیدگاهشون رو به جهان با هم بررسی بکنیم و لذت ببریم به هر حال ممکنه هر کدومشون عقیده‌ای داشته باشن که ما نپسندیم این دلیل نمیشه که اگر حتی مخالفت داریم نیاییم یعنی و با منطق ننویسیم بد و بیراه بنویسیم یا به کسی که گونه دیگری فکر میکنه توهین بیایم بکنیم تفاوتی نمیکنه اینجا کسی مسلمان سنی شیعه است نمیدونم بهایی یهودی مسیحی اصلا بدون دین اینجا همه با هم برابر هستن میتونید در کامنت ها هم دیگر رو نقد بکنید اما این نقد باید در دایره ادب احترام و منطق باشه خارج از این دایره من بی احترامی به کسی در کامنت ها ببینم فرقی هم نمی کنه اون آدم میخواد بدون دین باشه میخواد مسلمان و اهل یقینیات صفر و صد باشه باید با هم مسالمت آمیز برخورد بکنید ببینم به عنوان کانتنت کریتور شخصا اون کامنت رو ریپورت میکنم و بلاک میکنم و تبعات ممکن داشته باشه برای کسی که این کامنت رو می نویسه بنابراین رعایت بکنید بریم سراغ اپیزود دوم اون دسته از عزیزانی که اپیزود قبلی رو ندیدن حتما برن و ببینن لینکش رو این بالا میذارم به اختصار بخوام بگم در جلسه قبل در اپیزود قبل خیلی مختصر یه بایوگرافی از خیام ارائه کردم بهتون و عرض کردم خدمتتون که دیدگاه خیام اینگونه گونه بود که به تمام اجزای عالم هستی شک داشت و عرض کردم خدمتتون که یکی از جاده هایی که ما رو در انتهای مسیر به رشد میرسونه شک هست از دکارت براتون مثال زدم خیام هم همین گونه فکر میکنه و به تمام اجزای هستی شک داشت راجع به مکتب فکری او مفصل صحبت کردم حتما برید اون در حقیقت اپیزود رو ببینید عرض کردم که نگاهش نسبت به خلقت نزدیک به داروین هست حالت داروین صده ها بعد از خیام متولد شد و این رو هم عرض کردم که خیام در اصری زندگی می کرد که همه به سادگی یقینیات رو میپذیرفتند بدون اینکه کوچکترین پرسشگری و شکی راجبش داشته باشن اما خیام این گونه نبود و در انتها هم عرض کردم که چکیده تفکر خیام حاکی از بیاعتباری دنیا بود عرض کردم در اصری زندگی میکرد که همه یقینیات رو میپذیرفتند. اگر بخوایم بررسی بکنیم شرایط اندیشه در زمان خیام رو برمیخوریم به نزاعهای متعدد تمام فرق اسلامی در محدوده ایران اصر عصر خوشگندیشان بود به چه ترتیب با هم نزا داشتن؟ خب فرقه های مختلفی از مسلمانها ها بودن بیشتر البته اون زمان سنی ها غالب بودن اهل تسنن غالب بودن تعدادشون بیشتر بود شیعیان کمتر بود حالا هر فرقه های خودشون هنفی و شافعی و با اینا کاری نداریم اتفاقی که میافتد اینه که این فرقه های مختلف مسلمان بر سر نوع نگاهشون به یقینیات با همدیگه به نزاع می پرداختن و فوقه های هر کدوم حمله ور می شدن در کلام به همدیگه حقیقتا و خب خیام همه رو در جهل مطلق میدید خیام معتقد بود شما نباید یه یقینیات رو بذارید وسط و بر سر نوع نگاهتون و زاویه نگاهتون به این یقینیات با هم نزاع بکنید شما اصلا باید در اصل و اساس اون یقینیات اول شک بکنید آخه من اگر بخوام امروزی بیانش بکنم مثل این مونه که یه جامی رو یک ظرفی رو بذاریم وسط من به همراه دو دوست عزیز دیگه بشینیم به این نگاه کنیم من اینو سبز میبینم دیگری اون رو آبی میبینه دیگری اون رو به نفش میبینه. هر حال این ماهیت این ظرف وسط هست هم. ما داریم به نظام میپردازیم هر کدوم کدوممون ایده خودمون رو غالب بکنیم یهو خیامی در رو باز میکنه میاد تو اصلا توهم زدید ظرف اینجا نیست که راجع رنگش بخواید با همدیگه صحبت بکنید بنابراین شما باید اول به اصل و اساسش شک بکنید و خب این برمیگرده به نگاه عمومی ادیان سامی بخوام چکیده خدمتون ارز بکنم ادیان سامی به ماورای هستی فکر میکنن اما تفکری شبیه به تفکر خیام به خود هستی فکر میکنه یعنی چی؟ یعنی ادیان سامی از بودن حرف میزنند اما تفکری شبیه به تفکر خیام از شدن حرف میزنه و از تغییر و تکامل به چه جهت؟ ادیان سامی همون چهار تا دینی که عرض کردم خدمتون ادیان ابراهیمی هستن معتقدن که خداوند عرض کردم به طرفت همه چیز رو خلق کرده و همه چیز بوده ما اومدیم همه چیز خلق شده بوده در اختیار ما قرار گرفته بوده ما دخل و تصرفی توش نداشتیم همه چیز شکل گرفته بوده و شما نمیتونید تغییری درش بدید اما تفکر خیام شدن و تغییر هست به همین دلیلی که به هستی فکر میکنه نه ماورای هستی ادیان ابراهیمی در اون تفکر در ماورای هستی مونده و به همین دلیل هم هست که خیام دائما به تغییر و شدن و فعلی که در حال وقوع هست فکر میکنه به همین دلیل هم عرض کردم که دیدگاهش به خلقت چیزی شبیه به دیدگاه داروین هست که به تکامل اعتقاد داشت که بعدا در کوزنامه مفصل بهش خواهم پرداخت. بنابراین اپیزود قبلی که از این مجموع خدمتون ارائه کردم پرداخته بودیم به دیدگاه خیام به خلقت، اگر هم خاطرتون باشه داشتیم با تصحیح صادق هدایت میخوندیم و میرفتیم جلو با ترتیب بندی صادق هدایت کماکان در بخش راز آفرینش هستیم اما پست قبلی رو ارتباط داده بودیم به خلقت این پست رو میخوایم ارتباط بدیم به آخرت یعنی اونجا در ابتدای خلقت رو بررسی کردیم از دیدگاه خیام الان میرسیم به جهان بعدی و پس از مرگ و حتی لحظه مرگ بنابراین خیام پرسش هایی رو الان روی میز میذاره در این سه چهار تا روبایی که براتون میخونم که ذهن کسی که صفر تا صد یقینیات رو هم قبول داره یه مقداری متزلزل میکنه بنابراین به دور از تعصب فقط بخونید و فقط گوش بدید و بهش فکر بکنید یه مدت زمانی رو به خودتون بدید که روش کار بکنید در ذهنتون در روبایی چهارم از بخش راز آفرینش خیام میگه ای دل تو به ادراک معمما نرسی در نکته زیرکان دانا نرسی اینجا زمه و جام بهشتی میساز کانجا که بهشت است رسی یا نرسی این ادراک معما چیست این معما چی است هم معمای دلیل وجودی ماست در اپیزود قبلی مفصل بهش پرداختم که می گفت اصلا شما خیلی مالی خویی وار دنبال این هستید که یک دلیل تولید بکنید برای خلقت یا اینکه بگید حتما یک هدفی پشت سر خلقت ما بوده ارز کردم ادیان و مذاهب میگن که خب دلیل خلقت شما این بوده که بیاید و بندگی خدا رو بکنید بر به هر, هر مذهبی و هر فرقه این مدلی فکر میکنه به این میگه این حکایت همون ظرف است که من آبی میدیدمش فلانی سبز میدیدش میگه اصلا خود شما تو توهمتون یه دلیل تولید کردید و بعد دنبال این هستید که برید دنبال این دلیل بگردید ببینید چی بوده که ما رو خلق کردن بخشی از تکامل بودیم حتی راجبت خلقت خودش هم همین فکر رو میکنه یعنی بشری که ارز کردم این همه خدمت به نمیدونم نجوم کرده بود به ریاضیات کرده بود خلقت خودش رو هم چیز خاصی نمیدونه از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جلال و جاهش نفذود اینو کی داره میگه خیام نه سر شکست نفسی ها واقعا معتقده به این من منم خلقت منم من منی که من تو این جهان هستی وقتی پیدا کردم زندگی بکنم چین چیزی هم من به جهان اضافه نکردم نه سودی به جهان هستی رسید از خلقت من نه وقتی که منم از بین رفتم مقام و منزلت این جهان هستی بی اعتبار افزایشی پیدا کرد خیلی هم پر بیراه نمیگه حالا خیا معتقد حالا من اگر نمیشستم تقویم تشریح بکنم تقویم به این دقت یا من نمیرفتم سراغ حل معادله درجه سوم پر یکی دیگه میرفت آیا اون زمان اگر خیام این کار رو نمیکرد ما الان مثلا تلسکوپ هابل نداشتیم چرا داشتیم او هم خودش رو بخشی از این مقوله تکامل میبینه بخشی از این پازل هست بنابراین میگه دل تو به ادراک معما نرسی اون نمیتونی دلیل براش دلیلی تولید بکنی معمایی طرح بکنی و بعد این معما رو جواب بدی در نکته زیرکان دانا نرسی میگه یه سری زیرک دانایی هستند. کسانی که همچون خیام فکر میکنن این پوچ بودن این تئوری ایدئولوژی خلقت رو درک کردن از درون میگه این زیرکان دانا بهش رسیدن به حل این معما ولی تو بخوای این شکلی فکر کنی در نقطه زیرکان دانا نرسی حالا به چی رسیدن چه دلیلی پیدا کردن براش معما رو چه شکلی حل کردن اینجوری که اینجا ذمه و جام بهشتی میساز کانجا که بهشت دست رسی یا نرسی میگه همینجا که میو جام هست این شراب و جام شراب هست اینجا رو برای خودت بهشت کن اینجا برای خود یه بهشت درست کن آنجا که به... کانجا که بهشت دسترسی رسی یا نرسی مفصل حرف دارم الان این منظورش اینه که نقد و ول نکن نسیه رو بچسب منظورش این نیست که الان شراب بریز تو جام بنوش این هم هست میگه لذت ببر از در حقیقت نعمت های دنیا ولی میگه چیزی رو به مح... خودت, رو محروم نکن از چیزی یه مدت زمان کوتاهی رو اینجا فرصت داری زندگی بکنی چیزی رو بر خودت حرام نکن از نعمت های دنیا هم لذت ببر زاهدان قاعدتا کنار میذارن به امید جهان بعدی دیگه میگه از این خبران نیست اینجا نقد و ول نکن نسیه رو بچست اینجا زندگی تو بکن لذت تو رو ببر نقشت رو هم به عالم بزن اثر انگشت خودت رو بذار روی عالم و برو کسی از اونور نیومده ببینه شما اونور بهشتی هست یا نه که شما بهش برسی یا نه دقت بکنید به این موضوع اینجوری که کانجا که بهش دست رسی یا نرسی یه سری اومدن سعی سر کردن تحریف بکنن این تفسیر رو بگن که نه منظورش این نیست که آن جهان نیست منظورش اینه که اونجا ممکنه بری جهنم و در بهشت قرار نگیری خیری نیست الان در روایات بعدی که میخونم مستقیم به این مسئله اشاره میکنم که خیر اشاره خیام به پایان کار انسان در لحظه مرگ. اگر ذره‌ای به این مسئله معتقد بود نمی گفت اینجا زمه و جان بهشتی نمی گفت اینجا لذت تو ببر نقد و ول نکن نسیه رو بچست منظورش اتمام کار در لحظه مرگه معتقد نیست که جهان بعدی هست در روایات بعدی که امروز تفسیر میکنم مفصل بهش عرض کردم خواهیم پرداخت مستقیم هدف گذاری کرده این مسئله رو بهتون میفهمونه این موضوع و یک جمله عجیب و غریب داره صادق هدایت در همین باب در باب نقد به دیدگاه کسانی که یقینیات رو میپذیرند در باب جهان بعدی میگه گناه جهنمیان از دیدگاه به عنوان مثال اسلام سکس و مشروبه پاداش بهشتیان همینه سکس و مشروبه میگه خب این اگه این مدلیه این قاعده حساب کتاب که و رو بخونی که اینجا میگه نکن که اونجا همینو بد بده که از منت کردی بد بود که چرا باید این کار رو بکنی و به این فلسفه میتازه خود خیام صده ها قبل از صادق هدایت این رو در قالب یک روایی خیلی جذاب آورده برای تفسیر امروزمون این فقط براتون میخونم و رد میشم میگه گویند مرا که دوزخی باشد مست قولیست خلاف دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخاره به دوزخ باشد فردا بینی بهشت همچون کف دست میگه این حرف که اونی که مسته میره تو دوزخ و جهنم این اصلا یه قول بی خود بی جهت نمیتونه دل به این ببنده اصلا منطق پشتش نیست اگه قرار باشه که کسی که عشق میورزه عاشقی میکنه عشق بازی میکنه و میمینوشه رو بردارن بکنن تو جهنم پس فردا بری اون دنیا بهشت مثل کف دستی که مو صافه هیچ توش نیست چون کسی از این دایره مستثنا نیست در روایی دوم امیغتر به این موضوع میپردازه میگه دل سر حیات اگر کماهی دانست در مرگ هم اسرار الهی دانست امروز که با خودی ندانستی هیچ فردا که ز خود روی چه خواهی دانست عجیب دقیقه کماهی یعنی همین جوری که هست همین شکلی که شکل گرفته میگه اگر تو امروز نشستی و با توجه به یقینیات مثلا تو دیدگاه خودت تو توهمات خودت نشستی بشینی یک دلیل به تراشی برای اینکه خدا تو رو به این دلیل خلق کرده با توجه به همین شرایط همین کماهی همین گونه که هست میلیون ها سال انسان زندگی کرده خب قد همین ها تاریخ داشته همینقدر الان تکنولوژی داره با این حال باز هم نمیتونه یک دلیل منطق پسند به تراشه برای اینکه خدا او رو خلق کرده اصلا خدای او رو خلق کرده و اگر خدا او رو خلق کرده به فلان دلیل خلق کرده و بعد به ادیان و مذاهب هم که میرین ارز کردن وقتی دیگه سوال از یه جایی به بعد عمیق میشه دیگه پاسخ ها یقینی میشه دیگه اگه کسی با منطق صرف بشینه جلوش نمیپذیردش یعنی قابل پذیرش براش نیست مگر اینکه اهل اعتقاد پیدا کردن به یقینیات باشه عرض کردم در, در, اسلام شما میری میری تا ته این سوال رو میجوری میری میشینی پیش فقیه ته تهش چی به من هیچ شما خلق خدا شما رو خلق کرده اومدید روی زمین که عبادت بکنید بندگی بکنید خدا رو. اینجا داره میگه تو در حالی که این همه امکانات در اختیار هست عقلت هم تو سرت هست همه رو هم دسترسی داری نمیتونی دلیلی براش تولید بکنی که منطق پسند باشه اگه تونستی این کارو بکنی پس فردا در مرگ هم اسرار الهی دانست باشه اونجا هم میفهمی چه خبره بعد میگه امروز که با خودی ندانستی هیچ با خودی یعنی عقلت سر جاش از خود بی خود نیست میگه امروز که عقلت سر جاش دستازی به همه داری نمیفهمه فردا که زه خود روی چه خواهی دانست زه خود روی یعنی از خود بی خود میشی دیگه میمیری و عرض کردم او مرگ رو پایان کار میدونه به همین دلیل هم خیلی نگرانشه مرگندیش هست خیام در تمام نگم تمامه در 99 درصد روبایاتش مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ اشاره میکنه به همین دلیل اون عزیزانی که میخوان بپذیرونن به بقیه که او صوفی بوده یا عارف بوده لطفا تا رو خدا این حرفا رو نزنید مثل قشنگ نیست عارف به پیشواز مرگ میره اما خیام این گونه نیست اصلا مرگ حراسی داره دائما داره به مرگ فکر میکنه که من سریعتر از فرصت هم اینجا استفاده کنم دیگه میگه وقتی مردی آگاهی به پایان میرسه فردا که زه خود روی چه خواهید اینجا تو نمیتونی بفهمی چه خبره الان منتظر بمیری بعد بری اونجا در عالم یقینیات بفهمی چی شده چقدر عجیبه این اشاره داره به این که چقدر برای کسی که به یقینیات اعتقاد داره سخت با این صحنه مواجه بشه فرض بکنید تا امروز یک نفر به یقینیات و باورهای مذهبی و دینی بدون پرسشگری اعتقاد داشته یعنی معتقد بوده که خب طریقه خلقتش همونی بوده که بوده و امروز یه لحظه کسی بیاد و اثبات بکنه که به عنوان مثال شما از بخشی از ناندرتال ها بخش از ناندرتال ها از شامپانزه ها تکامل پیدا کردن در اومدن جلو اصلا چقدر این برش دشواره و این دشواری و در محاصره یقینیات بودن ممکن اصلا اجازه نده که او به پرسشگری بپردازه اجازه نده به خودش که شک بکنه ببینید یک موضوعی رو باید این هم به کسانی که به یقینیات اعتقاد دارند و ایده های مذهبی دارن و با اون ایدئولوژی زندگی میکنن این رو هم باید در نظر داشته باشید این واقعیت رو که آرامش روانی کسانی که به یقینیات اعتقاد دارند خیلی بیشتره چون خودشون رو در این عالم پهناور هستی تنها نمیبینن یعنی معتقدم ممکنه دیگه اتفاقات به مو برسه ولی یکی هست که دستشون رو میگیره و نمیذاره پاره بشه و با این اعتقادات به آرامش قلبی بیشتری میرسن میزان دپرشن توشون کمتره این این حقیقت رو هم باید بپذیریم اما خب کسی که با خرد و منطق به این ماجرا نگاه میکنه و واقعا دو دو رو چهار تا میدونه هر که تلخ باشه براش این دیدگاه رو نداره مثلاً به نحوه دیگه نگاه میکنه یه مثال ساده عرض میکنم خدمتون خیلی 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 ساده الان شما نمیتونید به یک نوجوانه 13 14 ساله که دسترسی به سرچ انجین های مختلف داره به گوگل داره نمیدونم به لپتاپ داره به تبلت داره اینا بیاد از شما سوال بپرسه که مثلا بابا مامان من به چه شکلی من به وجود اومدم و بعد شما مثل سه دهه قبل مثل چهار دهه قبل نگاه کنید تو صورت بچه و بهش بگید که هیچی ما یه شب نشستیم دست به دعا بلند کردیم با آسمون دعا کردیم که خدا تو رو به ما بده صبح بلند شدیم در آسمون باز شده تو افتادی پایین یه نگاهی بهتون میکنم شد. احساس میکنید توهم دارید حالا همین دیدگاه رو تسریع بدید برید سراغ کسی که با عقل و منطق دو دو تا چهار تا و با علم میخواد به همه چیز نگاه بکنه خب باید او هم حق بدیم باید این مدل دیدگاه رو هم بپذیریم هست این مدل دیدگاه و امروز در حال رشده این رو هم باید بپذیرید که هر چقدر مدرنیته جلوتر میره این دیدگاه در حال رشده و دلایل یقینی کمتری میتونه قانعشون بکنه و حق هم دارن من طرز تفکر خودم رو نه وقتی مصنوی تفسیر میکنم نه وقتی خیام تفسیر میکنم نمیگم به شما همیشه دارم صحبت اون شاعر و اون متفکر و اون فیلسوف رو منتقل میکنم خدمت شما چون ممکنه متهم به جانبداری بشم از دیدگاه. اما یه آدمی که با عقل و خرد به همه چیز نگاه میکنه با دو دو شارتا نگاه میکنه رو الان شما همون قدر مسخر است براش که بشونیدش بگید که خب خلقتت اینجوری بوده که یه بهشتی بوده که تو نمیدونی کجاست کسی هم ندیدتش یه خدایی هم هست که باز کسی ندیدتش اینا همه باید تو موظفی بهش یقین داشته باشی هیچ کدوم ندیدی بشی. تو اون به آدمه اون آدم و هوا اجداد ما تو اون بهشته بودن که نمیدونیم کجاست و ندیدیش و اون خدایی که نمیدونیم کیه و ندیدیش بهشون گفته یه درختی تو این بهشته که نمیدونی و ندیدیش هست که فلان میوه رو داره اینو نخور اجداد ما هم از اون بهشته اینو خوردن افتادن پایین اینجایی که الان هست یعنی این نگاهی به شما میکنه اصلا احساس میکنه بیماری دارید همینقدر عجیب و غریب و مسخره ممکنه به نظر بیاد براش در روای سوم عصبانی و رنجیده خاطر صحبت کرده که احتمالا از کسایی که اطرافش بودن و اونا رو جاهل میدیده عملا خیلی راحت به یقینیات اعتقاد داشتن میگه تا چند زنم به روی دریاها خشت بیزار شدم زبوت پرستان و کنشت خیام که گفت دوزخی خواهد بود که رفت به دوزخ و که آمد بهشت؟ اصلا عجیب و غریب این روایی تا چند زنم به روی دریا ها خشت ببینید خشت زدن یعنی خشت روی هم گذاشتن ساختن روی دریا خشت زدن یعنی کنایه از کار بیهوده کردنه روی دریان مواج دیگه پی سفتی نداره که شما بذاری هرچی رو رو هر چی بذاری یه موج میاد مواج میشه و میریزدش اینجاست که میگه خشت اول چون نهد معمار کج تا ها می میرود دیوار کجا وقتی پی کج باشه مجعد و مواج باشه شما نمیتونید بر این اساس کاری بکنی اینجا که میگه تا چند زنم به روی دریاها خش یعنی من چقدر برای این اطرافیانم که به یقینیات بیخود خود بی بدون اینکه فکر کنن اعتقاد دارن من چی بگم به اینا چقدر برای اینا دلیل بیهوده بیارم این اصلا پایه های افکارشون م... قرص و محکم نیست استحکام نداره استیبل نیست که من نفوذ بکنم روی افکار اینها و برای اینا دلیل بیارم و از اینا بخوام که فکر کنن راست میگه به خدا حقیقت میگه یعنی کسی که دوگمندیشه این چشمو بسته گوشم بسته فقط لاب 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 تکرار میکنه همه چیز اصلا سمتش نمیشه رفت چی بهش بگی و بعد در مصرع دوم میگه بیزار شدم ز بت پرستان و کنشت نکته اساسی توی این مصرع هست بت پرستان که خب تکلیفش مشخصه کنشت عبادتگاه یهودیان هست عبادتگاه زرتشتیان هم هست منظورش نه یهودی ها صرف نه زرتشتیان کلن ادیان سامی ادیان ابراهیمی هر که به یقینیات اعتقاد داره جز همون چهار دینی که عرض کردم میگه هم از بود پرست ها من بیزار شدم هم از این هایی که به مسجد و کلیسا و کنشت و نمیدونم سومه میرن این وقتی از هر دو بیزار هست یعنی خیلی عجیبه ها یعنی ادیان سامی رو این ادیان ابراهیمی و بود پرستی رو همش رو توی قامت میدونه یعنی صرفا مقوله پرستش رو میبره زیر سال فرق نداره حالا این بوته یه چیزی که میبینیش یا یه خداییه که نمیبینیش همه رو برده زیر سال اینجوری ارو جهل و نادانی میدونه خیام که گفت دوزخی خواهد بود داره با خودی صحبت میکنه یا کی گفته دوزخ کی رفته دوزخ به کی آمده بهشت؟ آخه کی خبر آورده از این ماجره ها؟ این اشاره به همون صحبت های ابتدایی میکنه که من در ابتدای پست عرض کردم خدمتتون که ادیان و مذاهب مختلف از دریچه های مختلف به یک پدیده به نام یقینیات نگاه میکنن و اینکه بت پرستان رو در کنار در حقیقت ادیان ابراهیمی و سامی آورده این خودش مغز رو منفجر میکنه که کلا پدیده پرستش رو نفی میکنه چرا چون دقت بکنید ادیان ابراهیمی که معتقد به خداپرستی هستند دشمن هستند با بود پرستان جنگ های مختلفی در گرفته بین این دو کافر میدونن این که تموم میشه اینا رو میزنن کنار حالا میان از درون داخل خودشون در همون ادیان ابراهیمی ندین های مختلف مذاهب مختلف از یک دین حالا با هم میجنگند سر چی سر همون نوع نگاهه هر کدومشون به همون چیزی که صادق هدایت به همون چیزی که خیام اینو توهمی بیش نمیدونه یقینیات عجیب نیست سر همین موضوع با هم شروع به جنگ و جدل و مجادله میکنن بنابراین اینجا کل مقوله پرستش رو برده زیر سال در ربایی چهارم میگه اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین خط مغرمت نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر نه تو مانی و نه من اسرار ازل اینجا چیه؟ همون ای دل تو به ادراک معما نرسی همون معمای وجودی بشر میگه طبق همون قاعده میگه شاید این معمایی که تو تو ذهنت برای خودت خلقش کردی اصلا دلیل خاصی پشتش نیست اسرار ازل رو نه تو دانی و نه من اصلا این چیزی که تو با توهم فرضش میکنی دلیلی پشت خلقتت بوده نبود اصلا نه تو میفهمیش نه من میفهممش کسی نمیفهمدش میلیونها میلیون ها سال کسی متوجهش نشده وین خط مغرمت نه تو خانی و نه من این خط مغ... اینو مدل های دیگه هم نوشتن وین حل معما نوشتن وین خط مغرمت مقرمت هم خونده میشه جفتش درسته خط مقرمت منطقی تر هست که ارز میکنم چرا به فرقه قرمتیان اشاره میکنه یه فرقه بودن با خلفای عباسی مشکل داشتن اینا و خب اونها هم با یقینیات عباسیان مشکل داشتن یعنی نمیپذیرفتن اون رو و برای اینکه کافر شمرده میشدن از جانب اونها و خب میکشتنشون اینا یه خط خاصی رو برای خودشون ابداع کرده بودن که کسی که فقط تو این فرقه بود میتونست این خط رو بخونه پیام هاشون رو اینجوری به هم دیگه منتقل میکردن میگه این اسرار ازل این اتفاقاتی که این نحوه خلقت رو که برای خود یه توهمی زدی و ترسیمش کردی من میفهمم نه تو میفهمی چون نیست اگه میبود بالاخره یکی میفهمیدش وین خط مقرمت نه تو خانی و نه من این خط قابل خوندن نیست هست از پس پرده گفتگوی من و تو این بسیار مهمه تفاصیر عجیب و غریب از این زیاد دیدم کافی همین کلمات همین مصرع رو جابجا جا کنید به نتیجه میرسید میگه گفتگوی من و تو من و تو نشستیم داریم از پس پرده صحبت میکنیم پرده اینجا مرگ میگه من و تو الان نشستیم همین خط مقرمت یه چیز نامفهومی داریم راجع به پس پرده یعنی بعد از مرگ میگیم ولی چون پرده بر افتاد پرده بر افتاد یعنی مرگ که رخ بده نه تو مانی و نه نشستیم علکی داریم وقتمون رو تلف میکنیم سر این موضوع این پرده که بیفته مرگ اتمام کاره نه توی میمونه نه منی میمونه که بعداً بشینیم ببینیم کدوممون درست گفتیم اصلا ببینیم این توهماتی که زده بودیم واقعی هست یا نه چرا این رو مطرح میکنه دیگه عملا داره به تمسخر میگیره میگه این پرده بر نه تو مانی و نه من اینجوری نیست که منو تو زندگی پس از این زندگی داشته باشیم که بعد اونجا بریم ببینیم بسنجیم که مباحثاتمون اینجا چقدر منطقی بوده تمام دیگه مردیم تموم میشه میره هست از پس پرده گفتگوی من و تو بسیار جذاب و عمیقه میگه اگر ما نشستیم الان به پس پرده فکر میکنیم یعنی میگیم خب قائل میشیم این قاعده یقینی رو مجددن چون کسی خبری نیاورده از اون که ما اینجا داریم میبینیم یکی میمیره تجزیه میشه تمام میشه میره حالا اینکه روحی هست و اون ور قضاوتی میشه و رستاخیزی هست و اینا رو اینا رو توهم میدونه اینارو جهل میدونه میگه اگر ما بیایم بپذیریم این رو ببین خوب به این موضوع خواهش میکنم دقت کنید میگه اگر ما بیایم قائل بشیم جهانی پس از این جهان رو برای زندگی پس پذیرفتیم که اونور هم زندگی داریم که به زندگی اینورمون مربوطه. بنابراین هر کدوممون شروع میکنیم به تولید ایدئولوژی برای زندگی در این جهان که اونور جایگاه مناسب داشته باشیم حالا چون چند مدل به این جهان نگاه میکنیم پس ایدئولوژی های مختلفی طرح میکنیم میشه ادیان مختلف بعد این ایدئولوژی ها چون با هم بر سر باز یک مسئله یقینی همون ظرفه که فکر میکنیم هست ولی نیست کسی نمیدونه که هست یا نیست میشینن مباحثه میکنن و چون ایدئولوژی هاشون با هم فرق داره هم رو میکوبن به نزاع میپردازن هم رو میکشن هم رو میخورن سر هم دیگر رو قطع میکنن کم ندیدید این چیزا رو یه از پایبست ویران این قاعده اینجاست که برمیگرده میگه گویند کسان بهشت با غور خوش است من میگویم که آب انگور خوش است این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار کاواز دوهل شنیدن از دور خوش است سر کاری این نقد رو بگیر اون نسیه رو بلکن بنابراین معتقده که کسی که عمرش رو غنیمت نمیشموره و کل این مدت زمان کوتاهی رو که برای زندگی در اختیار داره صرف این میکنه که خب یه ایدئولوژی تراحی بکنه که در جهان بعدی که کسی ندیدتش یه جایگاه مناسب داشته باشه در جهل مرکبه حالا این جهل و این توهم جدا توهم میدونه این توهم میتونه جاهلانه باشه توهم میتونه جاعلانه باشه یعنی جعل حقیقت برای منفعت طلبی باشه یعنی از درون طرف بدونه که این گونه نیست اما این گونه نشون میده برای اینکه مردم رو سر کار بذاره میتونه توهم آلمانه باشه حقیقتا میگه واقعا فکر میکنن آلمانه میدونن که اون دنیا خبری هست میگه شاید حقیقتا در یک توهم آلمانه توهم علم به اون جهان رو دارن یا در مرحله انتهایی سخت بیانش ولی شاید حتی توهم عارفانه راه رو باز میذاره برای اینکه شما فکر بکنید بنابراین دو ابتدایی رو از خاطرتون نبرید پست رو دیدید بهش عمیقا فکر بکنید کاملا مسالمت آمیز زیر پست اگر نقدی به عقاید هم یا به عقاید خیام دارید که خب مسلما مباحثه در میگیره بینتون کاملا مسالمت آمیز با هم مطرحش بکنید در دایره منطق و ادب که باعث هم و رشد هممون بشه بنابراین اگر هنوز کانال رو سابسکرایب ندارید لطفا همین الان سابسکرایب بکنید زنگوله کنارش بزنید پست بعدی و اپیزودهای بعدی رو از دست ندید و بقیه شبکه اجتماعی ما لیستش این بغل هست لینکش در دیسکریپشن هست حتما حمایت بکنید و اگر میتونید مخصوصا اینستاگرام رو فالو بکنید و اگر قصد همیاری با مجموعه پروژن پوت شده اید. داخل ایران اگر هستید لینک آیدی پی خارج از ایران اگر هستید لینک پیپل همیارتون رو به ما برسونید به ما خیلی کمک میکنه توی پست بعدی حتما ببینمتون به سلامت